خدا رو شکر مجددا خوشحال هستم برای این فرصت که میتونیم در ارتباط با ملکوت خدا مطالبی را با هم بررسی کنیم و بیشتر ببینیم که عیسی پادشاهه و برخورد ما با عیسی و نوع ایمان خودمون رو به گونه شکل بدیم که عیسی را پادشاه ببینیم او پادشاه بر این جهانه بر کل پادشاهان حاکم و برتره برتر از همه پادشاهانه و تمام اونها را تحت سلطه و قدرت خودش داره و در این حال ملکوت خودش بر دنیا مستقره اون پیغام معیزه میشه کسانی که ایمان میآورند به طور خاص تحت حاکمیت و پادشاهی ایسای مسیح قرار می گیرند. عنوان مطلبی که میخوام شما در میون بذارم امروز پادشاه فروتن و ارتباط با پادشاه فروتنیه که من صحبت میکنم خب اکثرا وقتی کسی مقامی منصبی داره حاکمی یا سلطانیه یه مقدار به طور طبیعی از موقعیتی که داره از فروتنی شاید به دور باشه و معمولا پادشاهان حکم میکنند امر رو دستور میدند و انتظار اطاعت مطلق را دارند اما عیسی پادشاهی او و او به گونه دیگه پادشاه پادشاهی او به گونه دیگری دیگر است به گونه که او پادشاهی فروتنه و برای همین این ویژگی خاص عیسی مسیح در ملکوت او وجود داره در انجیل لوقا باب 22 آیات 25 تا 30 وقتی با شاگردان صحبت میکنه میگه که حکمرانان این جهان بر رعیت خود مسلطند حاکمند و بر اونها خداوندی میکنند اما بین شما چنین نباشه هر کس در بیان شما بزرگ باید کوچک باشه و رهبر باید مثل خادم باشه خدمت کنه و به همین طریق وقتی به ایسای مسیح نگاه میکنیم به عنوان پادشاه او چه کار کرد؟ جان خودش رو فدای ملت خودش کرد جان خودش رو فدا کرد تا اونها رو نجات بده به این طریق ببینیم که آنچه را که او تعلیم داد عمل میکرد زندگی میکرد این بنیاد ملکوت خداست که آنچه که او میگفت همانی هم بود و چیزی نمیگفت که خودش عکس و مخالف اون باشه او واقعا پادشاه فروتنیه و پیغامی که او داره میگه که بیایید نزد من ای تمام یه زحمت کشان و گرانباران من شما رو آرامی میدهم یوغ مرا بر خود گیرید زیرا که من حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت من حلیم افتاده دل می باشم عیسی با فروتنی به ما نزدیک میشه نه با کبر و غرور و اگه به عنوان خداوند بخواد بیسته و بر اسم خداوندی خودش مدعی باشه هیچ کس نمیتونه در حضور خدا جایی داشته باشه <تصفح> اما او با فروتنی میاد و افراد افتاده گناهکار و حتی دشمنهای خودش رو مورد محبت قرار میده تا به این طریق بتونه اونها رو احیا کنه و اونها رو تبدیل بده و این ویژگی پادشاهی عیسی مسیحه در نبوت ها در ارتباط با پادشاهی عیسی مسیح مطالب مختلفی بیان میشه در زک... کتاب زکریای نبی باب 9 آیه 9 اونجا نبوت میشه که اینک پادشاه تو نزد تو میاد سوار بر اولاخ و او صاحب نجات و فروتنه این حقیقت رو ما در دوره قبل از مصوب شدن عیسی مسیح در روز جشن نخل میبینیم که عیسی وارد اورشلیم شد سوار بر اولاغ اورشلیم رفت معمولا پادشاهان در دوره عهد عتیق وقتی به جایی میرفتند ببخشید <applause> بله وقتی سوار بر اسب بودند ادعای جنگ داشتند و پیغام جنگ داشتند اما خیلی جاها میبینیم که پسران پادشاهان وقتی دارن به جای میروند سوار بر اولاغ میرند وقتی سوار بر اولاغ بودند یعنی اینها پیغام جنگ رو نداشتند برای دوستی، مشارکت، رفاقت به جایی داشتن میرفتند ایسای مسیح هم به عنوان پادشاه سوار بر اولاغ اومد تا اعلام کنه که من برای جنگ نیومدم و برای همین تمام انتظارات و خواسته های فریسیان که عیسی مسیح گروهی را تشکیل بده و تدارک جنگ و نبرد علیه امپراتوری روم را را بندازه میدیدند که نه او صحبت از دوستی محبت گذشت بخشش و فروتنی میکنه و این چیزی نبود که برای اونها قابل درک و قابل فهم باشه و با او را رد کردند جالب اینه که عیسی مسیح وقتی شاگردا شمشیری کشیدند تا از او حمایت کنند و زدند گوش خادمی که آمده بود که ایسا را بگیره خادم اون شخص را هیکل را گوش ایشون را قطع کرد ایسای مسیح را شفا داد و پتروس گفت پتروس شمشیر خود را غلاف کن آنکه به شمشیر بکشد خودش نیز با شمشیر کشته می شود و این یک اصل ماندگار و ابدی را اعلام کرد دنیای ما به اندازه کافی آشوب زده و در جنگ و تشویش و نگرانی هست جنگ های بیشتر مشکل دنیا را حل نمی کنه برای همین عیسی مسیح نیومد مسائل دنیا را با جنگ و با خونریزی بیشتر حل کنه این راه حل نیست و خیلی از افرادی که فکر میکردند که عیسی در خدمت خودش موفق نشد او را گرفتند و بیمورد مصلوب کردند به این طریق او، 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 کار او را به شکست رسیده اعلام میکنند که گویا او در خدمت و هدف خودش موفق نشد اینها از آنچه که عیسی مسیح انجام میداد آگاه نیستند عیسی مسیح در بعد به خدمت خودش با شیطان روبرو شد و با شیطان صحبت کرد و به او گفت که تو هیچ جایی نداری در پادشاهی خدا وقتی که شیطان داشت به های مختلف پیشنهاداتی میداد اگه میخوای پادشاهی این جهان رو داشته باشی با من همکاری کن از من اطاعت کن مطیع من باش همه به تو داده میشه عیسی مسیح گفت تو هیچ حق و جایی در این جهان نداری تو یک فریبکار تو دروغگو پدر دروغگویان هستی من آمدم تا اعمال تو را باطل کنم به این طریق عیسی مسیح روی صلیب آمرزشی را مهیا کرد که تمام ادعاهای شیطان را علیه بشریت از بین برد و آمرزش را مهیا کرد که انسان گناهکار بتونه با یافتن آمرزش گناهان به حضور خدای مقدس بیسته به این طریق کسانی که فکر کردند عیسی در, در خدمت خودش و ادب خودش موفق نشده کاملا بیراه می روند و پیغام عیسی و عمل نجات بخش او و پیغام ملکوت را هرگز درک نکردند چون اونها فکر دنیاوی دارند ایسا فکر آسمانی داره و این پیغام آسمان و آسمانیه که پادشاهی فروتن آمده پادشاهی را بنیاد نهاده که به قومی دیگه منتقل نمیشه و ماندگار میشه رشد میکنه و جهان را پر میکنه و این پیغام هنوز داره معیزه میشه گسترش پیدا میکنه ملکوت خدا تا زمانی که عیسی مسیح با جلال خودش میاد و اون ملکوت نهایی را به طور کامل مستقر خواهد کرد اما زکریا داره میگه که او پادشاه او صاحب نجاته او برای نجات میاد او میاد ما را نجات میده از شر شیطان از شر گناه و پادشاه عادلیه و پادشاه فروتنیه خدا رو شکر برای این پادشاه فروتن عیسی پادشاه و پادشاه فروتنیه و این زیبایی پادشاهی ایسای مسیحه ما در عهد عتیق در اشعیا باب نه آیه شیش بدین گونه میخوانیم که اونجا گفته میشه زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد ولدی به ما برای ما زاییده شده و پسری به ما بخشیده شده و ملکوت بر دوش او خواهد بود ترقی سلطنت و سلامتی او را حد و حدودی نخواهد بود او هللویا او بر همه ها سلطنت خواهد کرد این نبوتیه که اشعیای نبی در رابطه با عیسی مسیح و پادشاهی او میکنه پسری برای ما متولد شد که پادشاهی بر دوش او عیسی پادشاه برای پادشاهی آمده و آمده تا پادشاهی بر قلب های ما پادشاهی کنه جالب وقتی کتاب دانیال نبی را میخونیم اونجا دانیال در دوره هایی که زندگی میکرد نباکد نصر پادشاهی کلدانیان خوابی را میبینه خوابای مختلفی را میبینه و دانیال وقتی با دوستاش دعا می کند خداوند جواب دعاها را میده و تعبیر خواب پادشاه را ذکر میکنه و همه خواب های نباکت در سر اکثرا در ارتباط با پادشاهی خدا بود و حاکمیت خدا بود و به این طریق خدا را حاکم و سلطان و پادشاه نشون میداد و او به عنوان یک پادشاه بزرگ اقرار میکنه که او پادشاه پادشاهان و رب و ما جالبه که میتونیم این حقایق را در کتاب دانیال نبی بخونیم و اونجا مطالب بسیار زیبایی من پیشنهاد میکنم کتاب دانیال نبی را بخونید کتاب استر را بخونید ببینید که خدا چگونه بر همه مسائل مسلطه بر همه امور حاکم سلطانه و چقدر بر زندگی من و شما که این ملکوت اومده به ما وارد این ملکوت شده ایم پادشاهی خدا به طور عام بر کل جهان هست او بر همه برتری داره و همه را به گونه ای که لازم تغییر میده و بر اونها مسلطه اما در ملکوت خودشو بر قلبهای ما حکمت میکنه او با فروتنی ملایمت و ما را هدایت میکنه تا ویژگی های زیبایی اون پادشاه آسمانی را داشته باشیم و مانند او بتونیم پر از آرامش و شادی و امید و خوشی باشیم عیسی سرور سلامتی او خداوند فروتنیه به پادشاه فروتنیه و ما را هم به همین سمت و سو هدایت میکنه وقتی ما زندگی نباگرد نصر را در کتاب دانیال ارز کردم میخونیم ادامه میدیم در یکی دو بخش میبینیم که او خوابی را در جایی میبینه که میگه در اون خواب دیدم درخت بزرگی بود بریده شد و فقط ریشه هاش موند و وقتی دانیال این خواب را میشنوه و اگر مایل،, مایل بودید جزیات این وقایی را بخونید در کتاب دانیال باب دو سه چهار اینا خوابایی که نبا نصر میبینه و پیغام های جالبی در اونجا وجود داره که وقتی تفسیر اون رو از دانیال درخواست میکنه دانیال میگه که خدا با تو صحبت کرده و او به تو فرصت داده که بدونی که اوست که بر همه مسلطه وقتی خواب نباکد نصر این بود که درخت بزرگی را دیدم که این درخت بریده شد فقط کنده هاش موند و به این طریق او داشت اعلام میکرد که تماماً حکومت او از او گرفته میشه اما مجددا به او فرصت داده میشه و وقتی که نباکت دستر باز به منصب قدرت برمیگرده داره اینو اقرار میکنه که خداوند شما خداوند خدا خدایان و پادشاه پادشاهان و رب و و واقعا او بر همه شرایط مسلطه ملکوت و ملکوت جاودانی و سلطنت او تا عبدالاباده چیزایی که مکررن نباکت نصر اعلام میکنه در دانی... کتاب دانیال نبی باب چهار از آیات 25 به بعد اینطوری میگه تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکرانی میکند آن را به هر که میخواهد عطا میکند و چون گفتند که کنده ریشه های درخت را واگذارید پس سلطنت تو برایت برقرار خواهد ماند بعد از آن که دانسته باشید که آسمان ها حکرانی میکنند یعنی خدا فادشاه حاکمه دانیال در حالی که خواب نباکدنسر را تعبیر میکرد و میگفت اون درختی که دیدی بریده شد و ریشایش ماند و گفته شد که اینا باقی میمونند تا هفت سال، هفت زمان بر تو بگذره و باز بر منصبت برمیگرده به این طریق دانیال تفسیر میکنه که بعد از هفت سال تو باز به پادشاهی خودت برمیگرده به وقتی همین وقایع انجام شد روزی نباکت نصر وقتی در دربار خودش بود نگاه کرد به عظمت پادشاهی خودش و گفت که من هستم که همه این پادشاهی را به همین عظمت ایجاد کردم میگه صدای آسمانی آمد که تمام این پادشاهی حکومت از تو گرفته میشه تا هفت زمان بر تو بگذره و ناگهان میگه که او ظاهرا دچار دیوانگی شد و تاریخ در این ارتباط اشاره میکنه که او را از دربار رانده میشه و در باغ سلطنتی عظیمی که داشت اونجا مانند حیوانات زندگی میکنه به مدت هفت سال با اون حالت دیوانگی که داشت مشیران و یاورانش کنار او بودند حکومت را نگه می و او در شرایط دیوانگی به سر می برد بعد از هفت سال ناگهان عقل خودش به خودش برگشت مشیران او را طلبیدند باز به منصب پادشاهی برگشت و در اونجا نبوکردسر شروع میکنه گفتن که خداست که بر همه پادشاهان اکران میکنه و به دانیال گفته میشه که خدای تو خدای خدایان و رب و و پادشاه و مسلط بر همه پادشاهانه او حقیقتا شاه شاهانه و این شاه شاهان از ابتدای کلام خدا میبینیم که فکر حکومتی داشت او حاکم او پادشاهه او آمده پادشاهی کنه مردم پادشاهی او را رد میکنن اما هنوز او پادشاهه او پادشاهی ظالم زورگو نیست مثل بسیاری از حاکمان که گرچه آنها رو کنار میذارند، آنها رو رد می کنند ولی اونها با زور و اجبار و فشار حکومت خودشون رو نگه میدارند ایسا پادشاه فروتن و پادشاه عادلیه و جالب اینه که وقتی داستان قوم اسرائیل را میخونیم از همون آغاز خداوند اعلام کرد که من بر شما پادشاه خواهم بود از طریق داوران اونها را حاکمینی که در بین قوم داشت قوم را رهبری میکرد زمان رسید که قوم گفتن نه ما نمیخوایم که این داوران بر ما پادشاه باشن میخوایم مانند قوم های دیگه ما هم پادشاه داشته باشیم پس ببینید تمام فکر کتاب مقدس فکر پادشاهیه و سرانجام عیسی به عنوان پادشاه میاد و پادشاهی خودش رو مستقر میکنه اعلام میکنه عیسی به عنوان پادشاه پادشاه قلب های ماست در این حالی که بر همه شرایط مسلطه و در این ویژگی پادشاهی او ما میبینیم که او بر قلب های ما حکومت میکنه ما را از شر شیطان به شریر آزاد میکنه و ما را شریک ملکوت خودش میکنه در کتاب دانیال وقایع بسیار زیباییه یک بار دیگه شما رو تشویق میکنم حتما این کتاب را در یک نگاه بخونید ببینید چقدر مطالب زیبا جالب و نشون میده که حاکمیت و سلطنت پادشاه آسمانی چقدر قدرتمنده و او حاکم بر همه شرایطه در باب پنجم دانیال نبی اونجا بلشسر وقتی به جای پدرش نبا کرد، پادشاه میشه و اونجا زیافت بزرگی را تدارک میبینه و دستور میده که تمام اون ظروف هیکل سلیمان و آنچرا ظروفی که برای عبادت به کار میبردند و نبوکدنصر نسب در حمله اورشلیم همه اونها رو به اصارت به بابل برده بود پلشاسر میگه تمام این ظروف را بیارید و همراه با تمام سروران و بزرگان مملکت به ایشونوش میپردازند و این ظروف طلایی که مختص خدمت هیکل و خدمت خدا بود برای خودشون به طور آمیان استفاده میکنند و کتاب دانیال میگه که خدایان طلا و نقره و بتای خودشون رو میستودند و در چنین شرایطی وقتی پادشاه در اون حال مستی و خوشگذرانی بود ناگهان دست کوچکی را دید که داره بر دیوار قصر می نویشه. و اونجا نوشته میشه که من منا من فریسین و اونجا افرادی خوانده می تا این نوشته را تفسیر کنند بلشه اثر میگه هر کسی رو تفسیر کنه چه ادایایی میگیره حاکم سوم میشه و به این طریق افراد خوانده می شوند. کسی قادر نبود اونو تفسیر کنه جز دانیال و سراغ دانیال نبی میفرستند، او اون میاد و او تفسیر میکنه میگه ای پادشاه پدر تو حکومت بزرگی داشت خدا کارهای عجیبی انجام داد او را از حکومت برکنار کرد و به او فهماند که خو... او سلطان و پادشاه و هیچ کس نمیتونه بر علیه او عمل کنه و با تکبر رفتار کنه الان تو داری به خانه او به ظروف خانه او و به نام او بیترامی میکنی به این طریق این دست مشته ظاهر شده تا به تو اعلام کنه که حکومت تو سنجیده شده و دیگه تو برکنار شدی و حکومت تو به فارسا و مادها داده شده که بعد از اون دیگه حکومت هخامنشی میاد و و بر بابل مسلط میشه خب در اونجا این دست نوشته اعلام کرد که حکومت از تو رفته دیگه از تو گرفته شده این دست نوشته از جانب خدا بود این نشون میداد که خداست که حکومت ها رو میندازه و اجازه میده حکومت ها باشن گاهی اوقات شاید حکومت های شریری در دنیا وجود داشته باشن و ما فکر کنیم که چرا خدا اجازه میده اینها باشن خیلی وقتا تئوری ها ایدولوژیست ها اسم های گوناگون میان و ادعای عدالت میکنند مدین برابری برادری دوستی عدالت خیلی ادعای گوناگونی دارند با یک نگاه شاید حرفای اونا زیبا دیده بشه خدا به عنوان خدای عادل میگه باشه به اینا فرصت بدید تا نتیجه کار اینها آشکار بشه عمل کرد اینها آشکار بشه او میدونه که تمام بنیادهای این حکومت نفسانیه از آسمان نیست بر مبنای فروتنی و خدمت نیست بر مبنای نفتلبیه و در نتیجه به همه این اسم ها حکومت ها ایدولوژی ها فرصت داده میشه تا ماهیت اونها آشکار بشه و معلوم بشه که فقط ملکوت خدا ملکوت بیزوال جاودانه است و او ماندگار این ملکوت همونطور که عرض کردم شروع شده گسترش پیدا میکنه و عالمگیر خواهد شد و این ملکوت امروز در دسترس همه ما همگان و در دسترس شما دوست و برادر عزیزم قرار داره میتونی با این ملکوت مخالفت کنی میتونی علیه اون به زدیت بپردازی میتونی با این پادشاه مخالفت کنی اما انکارش هم بکنی هنوز او هست او پادشاه او سلطانه اما کار درست تو اینه که به جای انکار و مخالفت و زدیت با این سلطان با این پادشاه ملکوت تو تسلیم او بشی متیو بشی به فرصت بدی که این پادشاهی بر قلب و وجود تو هم مسلط بشه این سنگ که از آسمان میاد و تمام مخالفین خودش را نابود میکنه روزی اما کسانی که زیر دست و فروتنی کنند از فیض و لطف و رحم و برخوردار خواهند شد پس دوست و برادر عزیز من هیچ کسی هیچ کسی نباید جا نداره با این حکومت مخالفت کنه چون به ضرر جان و زندگی و آنچه که داره تمام میشه کسی نمیتونه با عیسی مسیح مخالفت کنه و پیروز بشه سرانجام تسلیم شدن و شکسته پس همه ما سهم ما اینه که با ایمان به عیسی پسر خدا پذیرش این ملکوت وارد این ملکوت بشیم بذاریم این ملکوت بر قلب ها و بر وجود ما مسلط بشه بله تو بکنید را ملکوت آسمان در دسترسه فکرتون رو عوض کنید نگاهتون رو عوض کنید باوراتون رو عوض کنید نگاهی درستی به کلام خدا پیغام انجیل داشته باشید و بذارید عیسی بر قلبهای شما پادشاهی کنه و این خبر خوشه این خبر خوش در دسترس شماست میتونی وارد این ملکوت بشی و دیگران رو تشویق بکنی تا همه بیان و از ویژگی های ملکوت برخوردار بشوند ما سفیران این ملکوت هستم هستیم ما منادیان این ملکوت هستیم ما پیغام این ملکوت را به گوش همه میرسونیم من شما همه ما خادمین این ملکوت هستیم پس خداوند عطا کنه که ما در این ملکوت بهترین ها را برای جلال نام او به کار ببریم بله این ملکوت در دسترس همه ماست از اینکه تو در این ملکوت هستی و از اینکه میتونی ایمان بیاری به والد این ملکوت بشی من خوشحال هستم و به تمام کسانی که این پیغام را با خوشرویی با قلب باز میپذیرند و فرصت میدن تا پادشاهی بر قلبهای های اونها مسلط بشه برای اونها خوشحالم خدا رو شکر میکنم و همه این خدمات پیغام ها که صورت میگیره کشش هیدر رسولی با امراه با شبکه امید جاودان خدماتی که انجام میدن همه برای این هدف تا ملکوت خدا بر قلب های شما مسلط بشه و شما با ایمان با اون از فیض و لطف خداوند و از ویژگی های ملکوت برخوردار بشید خیلی متشکرم از توجهتون به این برنامه و در ادامه همین برنامه ها در ارتباط با ملکوت و پادشاهی خدا با ما باشید و خدا شما را برکت بده خیلی متشکر مبارک خداوند باشید آمین